بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت مردم بزرگ و عزیز ایران. دیروز دولت ایالات متحده وعده ای رو که 6 ماه بود در مورد اون صحبت میکرد و مانور میداد در صحنه تبلیغاتی سرانجام عملی کرد و تحریم هایی رو که هدفشون مردم ایرانن. کاملا واضحه که اونقدر دنبال همه شرکت ها گشته بودند که حتی شرکت هایی که قبلا منحل شده بودند اونها رو هم به این تحریم اضافه کرده بودند. اما این نشان دهنده استیصال دولت آمریکاست از اینکه دنیا در برابر دولت آمریکا ایستاده. هیچ کس، هیچ دولتی در دنیا به غیر از چند کشور کوچک و رژیم صهیونیستی در منطقه ما آمادگی این رو نداشته که از اقدامات ایالات متحده پیروی بکنه. و ما دیروز در لحن و صحبت وزرای امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا این تنهایی و عصبانیت رو از اجماع بین المللی علیه یک جانب گرایی آمریکا مشاهده کردیم. البته اقدامات آمریکا اقداماتیه که با خشم فراوان داره صورت میگیره و این وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران هست که از اینکه این اقدامات خصمانه که علیه مردم طراحی شده و برای جدا کردن مردم از یکدیگر و از حاکمیت طراحی شده اجازه نده این اقدامات به مردم ضربه وارد کنه و این کار رو دولت با تمام توان دنبال کرده و امروز هم دنبال میکنه و در صحنه دیپلماسی بسیار خوشحال هستیم که امروز همه دنیا در برابر اقدام آمریکا ایستاده و با این اقدام آمریکا همراهی نکرده و امیدواریم که آثار این مقابله جهانی با اقدام آمریکا رو در آینده مشاهده بکنیم. دولت این وظیفه رو داره، چه با همراهی دیگران چه بدون همراهی دیگران، زمینه رو برای زندگی راحت مردم و کمترین اثر از تحریم ها فراهم بکنه. و من که در جلسات هیئت دولت و سایر جلسات شاهد اقدامات و تلاش های ریاست محترم جمهوری و اعضای هیئت دولت و سایر نهادها و دستگاه های کشور هستم، میتونم این تضمین رو بدم که تمام تلاش رو انجام دادیم و انجام خواهیم داد. مردم ما هم مردمی بودند که همواره در برابر طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های کسانی که دلشون برای این کشور نسوخته و با این مردم سر ستیز و جنگ دارند، کسانی بودند که برنامه‌های اونها رو نقشه بر آب کردند. این بار هم مردم همین کار رو، من اطمینان دارم، خواهند کرد و تاکنون هم همین رو نشان دادن. ما اطمینان داریم که روزهای بدی در انتظار دولت آمریکاست، دولتی که نتوانسته حتی برای مردم خودش ثابت بکنه که سیاستاش به نفع اون مردمه، دولتی که بیش از آن که به فکر حتی منافع ملی آمریکا باشه به فکر منافع گروه کوچکی هست که حامیان خودش رو تشکیل میدن و بیشتر تلاش میکنه جنایت‌های رژیم سعودی و رژیم اسرائیل رو بپوشانه تا اینکه سیاست در جهت منافع ملی آمریکا رو دنبال بکنه. البته در گذشته هم دولت‌های قبلی آمریکا با همین سر و صداها و با همین بی احترامی‌ها نسبت به مردم بزرگ ایران کارشون رو شروع کردند، ولی هر چه با تجربه تر شدند در کار خودشون، سیاست و لحن خودشون رو نسبت به ایران عوض کردند. من یقین دارم که دولت آقای ترامپ هم بعد از مدتی به این نتیجه خواهد رسید که این سیاست‌ها بر مردم بزرگ ایران، بر عزم مردم بزرگ ایران تأثیری نخواهد کرد و اونها هم مجبور خواهند شد سیاست خودشون رو عوض کنند. مردم تاریخ ساز ما بارها نشان دادند که توانستند تاریخ رو عوض کنند، توانستند مسیر تحولات تاریخی رو با تلاش خودشون، با خودباوری خودشون و با استقامت خودشون عوض کنن. این بار هم همین تجربه تکرار خواهد شد و آمریکایی ها این بار هم از اقدامات نابخردانه شون پشیمان خواهند شد. شاد و سربلند باشید.